دادگاه تجدید نظر در لندن امروز و فردا پرونده بدهی بریتانیا به ایران بر سر خرید تانک‌های چیفتن در دهه 70 میلادی رو بررسی می‌کنه. پیشتر دادگاهی حکم داده بود که سود مبلغ پرداخت شده برای پیش خرید این تانک‌ها به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا قابل پرداخت نیست. ایران امیدوار است که با رأی مثبت دادگاه تجدید نظر این روند قضایی بعد از سال‌ها به نتیجه برسد. قبلا همسر نازنین زاغری ردکلیف که در ایران زندانی است گفته بود مقام‌های ایرانی آزادی او را منوط به پرداخت این بدهی به بدهی بریتانیا به ایران کردند. اما همکارم کسرا ناجی که در دادگاه حضور داشته اینجا در استودیو با من هست. کسرا، اول کمی بهمون بگو که امروز در دادگاه چه گذشت و چه دیدی؟ این دادگاه، دادگاه تجدید نظره، عالی ترین دادگاه تجدید نظر در بریتانیا است. بنابراین به نظر میرسه که آخر خط این پرونده است و مسئله ای هم که بررسی میکنه بررسی سود بدهی های بریتانیا است به ایران سر این ماجرای تانک های چیفتن که خود اصل 387 میلیون پوند. سودی که حالا در موردش اختلاف هست 22 میلیون پوند. 6 ماه پیش، 7 ماه پیش دادگاه عالی بریتانیا رای داد که بریتانیا لازم نیست این پول 22 میلیون پوندی یا 28 میلیارد میلیون دلاری رو بپردازه، چون ایران تحت تحریم بوده، بریتانیا نمیتونسته بده، بنابراین دلیلی هم نداره که سود اون رو بده. به هر حال وکلای ایران دارن بررسی میکنن، جلوی دادگاه امروز حاضر شدن و سه قاضی اونجا هستن، قاضی بلند پایه بریتانیا، و توضیح دادن که ماجرا چه بوده، پرونده از کجا شروع شده، چه مراحلی طی کرده. بعدم یه مقدار زیادی وارد جزئیات قانونی تحریم ها و قوانین و قانون تحریم های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا شدن که ادامه داره و این جلسه هم قراره تا فردا ادامه داشته باشه. ما تصورمون اینه که بعدش قضات سه قاضی میرن برای بحثاشون رو میکنن، تصمیمشون رو میگیرن، شاید در چند هفته آینده رأیشون صادر بشه که اگر رأیشون همونجوری که گفتیم مثبت باشه که همون چیزی است که ایران میخواد و این خیلی مهمه که میتونه یک مانع بزرگ رو از سر راه گسترش روابط ایران و بریتانیا برداره، برای اینکه این موضوع بر همه مسائل سایه سنگینی انداخته. یکی از موضوع در واقع اختلاف نظرها هم که وجود داره و همین مسئله به قول تو سایه انداخته برایش، موضوع دو تابعیتی هاست و بارها هم گفته شده، حداقل از طریق خانواده ها گفته شده که این موضوعی است که ایرانی ها میخوان به نتیجه برسه پیش از اینکه دو تابعیتی ها آزاد بشن. به نظر تو آیا اگر این مسئله به نتیجه برسه این منجر به آزاد شدن دو تابعیتی ها خواهد شد؟ امروز جالب بود تو دادگاه کنار ریچارد رادکلیف نشستم، همسر نازنین زاغری که الان به 5 سال در زندانه و متهم به جاسوسیه و به او چندین بار در زندان گفته شده که اگر مسئله بدهی ها حل بشه تو هم آزاد میشی. کسی دیگری هم اونجا بود، همسر انوشه آشوری، اون هم دو ملیتیه که در زندان بریتانیایی در زندان، او هم با او هم صحبت کردم. هر دو یه مقدار خوشبین هستن، هم ریچارد رادکلیف هم همسر انوشه آشوری، که میگن که چون اصلا اینها یک جوری گروگان این داستان هستن و خود مقام ها هم حتی گفتن که این مسئله دستگیری اینا به این خاطر هست، امیدوارن که آزاد بشن. به هر حال اگر این مانع برداشته بشه، خب یک مانع بزرگی از این بر سر روابط دو کشور برداشته میشه، میتونه فضا رو تلطیف کنه، میتونه اوضاع رو آرام کنه، میتونه خیلی مسائل رو حل کنه از جمله مسائل دو ملیتی ها. اینم اضافه کنم که ریچارد رادکلیف به من میگفت که فردا قراره که با نخست وزیر بوریس جانسون ملاقات داشته باشه و همین موضوع رو با اون در میان بذاره. ممنون از کسا ناجی همکارم اینجا در